سلام، به صفحه آخر هفته خوش آمدید. من فرناز قاضی‌زاده هستم. تنها در بهار امسال افراد حقیقی بیش از 33 هزار میلیارد تومان برای خرید سهام خرج کردند. حدود 15 میلیون نفر کد معاملاتی بورس دارند، در حالی که کمتر از 2 میلیون نفر سهامدار حرفه‌ای هستند. تنها در ماه مرداد امسال، ماهی که گذشت، روزانه به طور میانگین 800 هزار نفر سهم داد و ستد کردند، 5 برابر 6 ماه پیش از آن. همزمان درباره دستکاری بورس هشدارهای زیادی هم از استندرکاران و هم از نمایندگان مجلس شنیده‌ایم، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان مردم را تشویق کردند که در بورس سرمایه گذاری کنند. شمار قابل توجهی از سرمایه گذاران بی تجربه در هفته‌های اخیر مالشان را باختند و حالا اعلام شده که 1% صندوق توسعه ملی به بورس تعلق می‌گیرد. بسیاری از کسانی که بورس را راه نجات اقتصاد ایران و پایان سلطه بازارهای ارز، طلا و مستغلات بر اقتصاد این کشور می‌دانند، می‌گویند هر چه در بورس اتفاق می‌افتد طبیعی است و هشدار دهندگان درباره ترکیدن حباب بورس معمولا دانشگاهیانی هستند که چندان از اتفاقات کف بازار اطلاعی ندارند. صاحب نظران البته از منظرهای متفاوتی به چگونگی دخالت‌های دولت ایران در بورس نگاه می‌کنند و از روز اول هم درباره آن هشدار دادند. در بورس تهران واقعا چه می‌گذرد و دولت ایران در آن چه می‌کند؟ در برنامه امروز در این باره صحبت خواهیم کرد. 3 مهمان داریم. مهمانی داریم از تهران که هنوز ارتباط ما کاملا برقرار نیست، اما حجت قندی هم همراه ما هستند، استاد اقتصاد در دانشگاه واندربیلت در تنسی آمریکا، و فرهاد گوهردانی، پژوهشگر اقتصاد توسعه از یورک. خوش آمد میگم به شما دو نفر تا نفر سوم وصل بشن به این ارتباط. آقای قندی، نظر شما راجع به اتفاقات اخیر در بورس تهران چی هست؟ آیا اون حبابی که صحبتش بود که میترکه ترکیده یا در حال ترکیدنه؟ من مطمئن نیستم، ولی اگر به روند بورس نگاه کنید، 2 سال گذشته افزایش بسیار شدیدی پیدا کرده و مطمئناً قیمت دارایی ها اگر به این صورت افزایش پیدا کنن یه جا متوقف میشن و بلافاصله بعد از اون به اصطلاح خارجی یک کارکشنی صورت میگیره، یه سقوطی انجام میشه. ولی اینکه آیا این قیمت هنوز درست حبابش ترکیده یا بیشتر در جهت پایینه یا ممکنه در همین سطوح بمونه، من مطمئن نیستم که در جهت قیمت بورس چه خواهد بود، ولی با توجه به افزایش بسیار شدیدش در 2 سال گذشته هنوز جا داره که هم پایین بره هم که استیبل بشه. آقای گوهردانی، نظر شما راجع به اتفاقات ماهای اخیر در بورس ایران چیه؟ بورس تهران؟ من فکر می‌کنم بورس تهران رو کلا ما باید تابع از بورس‌های جهانی ببینیم و این شکاف بین اقتصاد واقعی و تحولاتی که داره درش رخ میده و کاهش تولید ملی و بیکاری و غیر ذالک، ما در اقتصادهای دیگه هم می‌بینیم که بعداً از طریق حمایت‌های بانک‌های مرکزی ما می‌بینیم که بورس، بازار بورس و بازارهای واقعی در واقعیت اقتصاد با هم در جهت خلاف مسیر هم دیگه حرکت میکنن. یعنی این پدیده که بهش میگن دیکاپلینگ یا دیسکانکشن بین این دوتا بازار یه پدیده مخصوص ایران نیست. یه سری ویژگی های نهادی وجود داره که ما باید بهش بپردازیم ببینیم که اونا چی ها هستن. جالبه میگید که این مخصوص ایران نیست، برای اینکه اون دقیقاً این همین نکته، اینکه اقتصاد ایران خود به خود ظرف سالهای اخیر دچار مشکل بوده به خاطر تحریم ها، بعد به خاطر کرونا مشکلات خب جدیتری پیدا کرده، اما در 6 ماه اخیر به خصوص قبل از این چند هفته گذشته شاهد رشد عجیب و غریب در بورس بودیم که میگفتن با هیچ شاخص دیگه اقتصاد ایران نمیخونه. شما میگید که این خیلی غیر طبیعی نیست، درسته؟ بله، من میگم در امریکا شما در همین دوره‌ای که کرونا بوده ما شاخص S&P 500، یعنی 500 شرکت مطرح امریکا، 34% در همین دوره با کاهش پیدا کرده، دوباره 43% افزایش پیدا کرده. یعنی در حالی که اقتصادش همچنان تا 2-3 سال طول میکشه تا رشد اقتصادی برگرده به وضعیت قبل از کرونا، ولی میبینیم که الان رشد بازارهای مالی و سرمایه سبقت گرفته از قبل از کرونا. بنابراین این شکاف به خاطر تزریق پول، یا به قول معروف عصر پول ارزان یا مجانی هست. تزریق
دخالت بانک‌های مرکزی برای نجات اقتصاد از سقوط و بازگشت اعتماد به اقتصاد هست که این درست علت اصلی است. ما جزئیاتش رو میتونیم واردش بشیم که چه جوری هست. واردش میشه. ولی ازود من قبلش خوش آمد بگم به احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد از تهران با ما. آقای سلطانی، اگه صدای من رو میشنوید، شما هم برداشتتون از اتفاقات چند ماهه اخیر بورس، به خصوص این قرمز پوش شدن بورس در چند هفته اخیر به ما بگید. آیا این سقوطی هست که هشدارش رو میدادن پژوهشگران اقتصادی؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. اگر که شما به تاریخ حباب دارایی ها نگاه کنید و حباب سهام، میبینید که در حوزه 3447 ما مشابه این اتفاق در انگلستان میفته و اون حباب شرکت دریای جنوب شکل میگیره و بعد از اون در سال 1928 حباب سهام شکل میگیره. 1929 اون رکود بزرگ میشه. میان جلو در سال 1990 توی ژاپن حباب سهام و مسکن شکل میگیره. در سال 2000 حباب دات کام. همه این صعود و نزول ها رو ما توی تاریخ بارها دیدیم. این هم از لحاظ صعود مثل اون هست، اونها هست، لحاظ نزول مثل آنها. اما اینجا تفاوت های ماهیتی وجود داره که این تفاوت ها یک خیلی قضیه رو عوض میکنه. اول اینکه 70% بازار سرمایه ایران بازار شرکت های شبه دولتیه که مدیرانشون دولت یا وابستگان بخشای وابسته به دولت یا فرزند، منظور اینه که بخش خصوصی واقعی نیست. و این چیزی که ما بهتون بازار سرمایه داریم بازار سرمایه نیست، با بازار سرمایه آمریکا خیلی متفاوته. شما دقت بفرمایید الان شرکت های فناوری سرمایه جذب میکنن، حباب پیدا میکنن، باعث میشه که اینها تو دنیا بتونن قوی تر باشن و این حباب هم از دست تخلیه میشه. منطور در ایران یه سری شرکت های رانتی خصولتی اینو دارن میگیرن. بحث رنده این است که خدمتون عرض کنم که ما در این بازار حالت عادی نداره. این دخالت توسط یک سری شرکت های خصولتی، بانک های خصوصی و یعنی بانک های شرکت خصوصی و دولت بوده. و من از و این حبابی که اینجا شده دقیق بفرمایید بیش از 5000 میلیارد تومان حباب دارایی ایجاد شده، حتی با این شاخص 1,250,000. چون دقیق بفرمایید این حباب بیش از 2 برابر جی دی پی ما هست، بیش از 2 برابر نقدینگی ما هست و این چیزی نیست که بتونه هیچ دولتی یا هیچ بانک مرکزی حمایت کنه. ما حساب کردیم. پس چطور دولت ایران داره حمایت میکنه ازش؟ اینو الان عرض میکنم. ما حساب کردیم اگر دقت بفرمایید اگر از فقط 5% این حباب 10% این حباب دولت بخواد حمایت بکنه، به اندازه نقدینگی که ما الان داریم نقدینگی تولید میشه. چون باید از بانک مرکزی بگیره، باید پول خلق کنه، این ضربه را حفظ میشه. این حباب فروریختنی است، یعنی تجربه تاریخ ما میگه شما یک دارایی که 10 سال در 10 سال گذشته توی تحریم بودیم، تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده، دارایی های شرکت های خصوصی همه مستهلک شده، این چگونه بعد از 10 سال تحریم و بدون سرمایه گذاری وقتی که اینا ارزش ذاتیشون تقریبا از بین رفته یه بار ارزش ذاتی آشکار شده؟ من چیزی که میخوام عرض کنم خدمت مردم و خدمت دولت و خدمت همه این است که این بازاری است که به شدت حبابدار شده و این بازار قاعده تجربه 400 ساله میگوید که این حباب خالی باید بشه، چاره ای نیست. صحیح. و هیچ قدرتی نمیتواند مانع از تحریم حباب بشه. متاسفانه صدای شما خیلی راحت رسا به ما نمیرسه. مسئله دیگه اینه که شما 5000 میلیارد تومان حباب دارید. نظر مسئله من رو شما نمیشنوید. من خواهش میکنم همکارانم مشکل صدا و تصویر آقای سلطانی رو ببینم میتونم برطرف بکنم، ما به ایشون برمیگردیم.
بله آقای سلطانی، صدای ما رو نمی‌شنون. آقای قندی، شما فکر می‌کنید که اونچه که اولا می‌خوام برداشتتون از صحبت‌های آقای سلطانی بدونم، فکر می‌کنید که آیا مشکل اصلی همین جاییه که آقای سلطانی میگن این که در ایران اقتصاد به هر حال اقتصاد دولتی هست و اینهایی هم که دارن در بورس الان عرضه میشن خصولتی هستن، اونچه که حالا خیلی ها میگن، و این حبابی هست که لاجرم میترکه حالا زمانی؟ دو تا موضوع جداگانه است، اینکه آیا این حباب هست یا نه، و یا آیا اینکه شرکت هایی که در کشور دارن عرضه میشن اینا دولتی هن، خصولتی هن، خصوصی هن، اینا چی هن، به کی پاسخگو هن، چه نهاد نظارتی هست که بفهمه که آیا اینا چیزایی که اعلام میکنن درست هست یا نه، به اطلاعات درست به سرمایه گذار میرسونن یا نه، اینا چیزای دوتا رو نباید قاطی کرد. به اول برسیم به خود بورس، که به نظر من بورس به یه دلیل روشن شروع کرده به رشد از دو سال پیش، و اون این بوده که ارزش ریال خیلی کم شده. شما دو سال پیش رو در نظر بگیرید، یه دفعه ارزش ریال نسبت به ارزهای دیگه صعود کرد. ارزش ریال رو میشه به دو طریق سنجید، یکی که نسبت به دلار ارزش خیلی پایین اومد، یکی این که تورم داخلی داره زیاد میشه. و وقتی که ارزش ریال کم میشه، به نسبت این ریال، بر حسب ریال، ارزش دارایی‌ها میرن بالا. چه دارایی‌هایی؟ مثلا ارز، اول قیمت دلار میره بالا، بعد قیمت سکه همزمان میره بالا، ولی بعضی از دارایی دیگه با تأخیر ارزششون میره بالا، من جمله مسکن مثلا، و بعد مثلا شرکت ها و دارایی‌هایی که در بورس عرضه میشن. بنابراین دارایی‌هایی که در بورس هستن ارزش اینا شروع کرد به بالا رفتن. اتفاقی که میفته وقتی ارزش دارایی ها تو بورس داره میره بالا، یه مومنتوم ایجاد میشه. مومنتوم که ایجاد شد، بعد دولت یه دفعه دید که آقا یه جایی هست که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، یه مقدار دارایی بفروشیم که مثلا کسر بودجمون رو جبران کنیم. بنابراین دولت بعدن سوار این مومنتوم شد. و اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که تمام شاخص‌های اقتصادی در ایران در مسیر غلط حرکت می‌کردند. یه شاخص اقتصادی بود که میگفت که آقا ثروت مردم داره زیادتر میشه، اونم شاخص بورس بود. دولت هم می‌خواست روی این مانور بده، مثل همه جای دنیا که وقتی سیاستمدارا می‌خوان استفاده بکنن از این چیزا استفاده می‌کنن، در ایران هم از این استفاده کردن یا سوء استفاده کردن، هرچی مردم هی باز بیشتر تشویق کردن بیاید و این تبلیغات پروپاگاندایی که دیدیم، و این مومنتوم ادامه پیدا کرد. ولی اگه نگاه کن به شاخص، وقتی یه چیزی به صورت نمایی داره افزایش پیدا میکنه، وقتی شاخص از زیر 100,000 77,000 دو سال پیش میرسه به 2,000,000، این خیلی علامت سوال جلوه وضعیت بازار بورس میذاره. معلومه که یه اتفاقی بعدش میفته، معلومه که به قول خارجی معلومه چه اتفاقی میفته. آقای قندی، دقیقا سوال همینجاست. دولت داره کاری اونجا اون پشت میکنه که کسی نمیدونه یا نه؟ اولا که دولت وظایف اصلی خودش رو نسبت به بازار بورس انجام نمیده و چسبیده به چیزهای دیگه. کار دولت این نیست که بیا تشویق کنه مردم رو که الان برید بورس بخرید بخاطر سود بکنید. یا کار دولت این نیست که مثلا قیمت رو بگه که الان کمه یا زیاده. کار رئیس جمهور این نیست که به مردم تضمین بده که اگه برید تو بورس سود میکنید. این کار دولت نیست، بیاد از کشورهای دیگه یاد بگیرید، اینا صدها سال سابقه بورس دارن. کار دولت اینه که نظارت بکنه که بازیگرای داخل بورس دارن بازی رو به انصاف انجام میدن. کسی سوء استفاده از داخل بورس نمیکنه. اطلاعات داخلی مبادله نمیشه که بر اساس اون اطلاعات داخلی یه سهام رو قبل از بقیه بخرن، بعد قبل از اینکه وضعیت شرکت خراب بشه بدونن برن بفروشن و سهامدار کوچه و بازار از اون ضرر بکنه. کار دولت اونه. کار دولت این نیست که بیاد بازیگر خرید و فروش باشه توی بازار. متوجهم، ولی داستان جالبی رو میگید. ولی چند شب پیش همین یه مجموعه گزارش همکار من شهیدا هوشمندی درست کرده بود راجع به همین قضیه بورس، و یکی از کارشناسان اونجا آقای معاون رضوی میگفت انگار که شما در ایران شرایطی دارید که اون کسی که قرار داور باشه، حالا به قولی دولت، در مقام کاپیتان تیم مقابله، در واقع خودش سود میبره خودش در آیه گوهردانی، شما در این باره چه فکر میکنید؟ با توجه به اینکه به هر حال همین حالا ما میدونیم که دولت تصمیم گرفته که 1% صندوق توسعه ملی رو هم وارد بورس کنه، هنوز مکانیزمش روشن نیست، هنوز روشن نیست که به چه شکل قراره وارد بشه، اما به هر حال دولت در این حد وارد شده و درگیره در بورس. این صحبت های دوست عزیز ما اصلا برای من شگفت‌آوره، چون الان میبینن اقتصاد آمریکا و اقتصاد بریتانیا رو، اقتصاد بریتانیا کاملا ملی شده، یعنی بعد از مسئله کرونا دولت اومده و باید تشویق مردم برای که برن ساندویچ بخرن و رستوران ها رو که در
و بخش خدماتش رو در معرض فروپاشی بود، اینا رو ازش حمایت کرد. الان بماند 6 تریلیون دلار که آمریکا، بانک مرکزی آمریکا تزریق کرده مستقیما به خزانه، 3 تریلیونش رو مستقیما به خزانه و 3 تریلیونش هم در اصل کل بازار بورس رو ما میشه گفت که ملی کرده در اقتصاد آمریکا. بنابراین شما وقتی که یه اثر سیستمی دارید، این بحث های عدم دخالت دولت اصلا مطرح نیست. شما در 2008 هم میبینید که دولت دخالت کرد و بانک ها رو ملی کرد و بانک های ورشکسته رو دوباره دولتی کرد و بعدن که اینا احیا شدن دوباره برگردن به بخش خصوصی. بحث هایی که ایشون میکنن بحث های تکست بوکی هست و ربطی به واقعیت اقتصادی جهان امروز نداره که ما دو تا خصلتی داریم، این خصلت پولی شدن هست و یه خصلت جهانی شدن اقتصاد. اینا دوتا با هم دیگه باعث میشه که وقتی بحرانی پیش میاد لامحاله، شما وقتی اثر سیستمی دارید، یعنی بحث اون عدم دخالت دولت وقتی هست که شما یه بنگاه داشته باشید و فروپاشی اون بنگاه فقط تاثیرش رو کارکنان همون بنگاه باشه و به کل اقتصاد شما منتقل نشه، در حالی که فروپاشی بانک ها و کل بورس عدم اعتماد و عدم اطمینان در کل اقتصاد ایجاد میکنه و باعث بیکاری های گسترده میشه و باعث رکود وسیع و که شما دوباره نمیتونه احیا کنید. بنابراین دولت اینجا به عنوان یه احیاگر هست، یه پزشکی که شوک وارد میکنه که بیمار رو احیا کنه که از این دوره مثلا گواردنی. یعنی شما شیوه بازیگری دولت ایران در بورس تهران رو سالم میبینید؟ من اصولا کلا سالمه. در کنارش ما میبینیم در همه بورس ها در ایران، البته من میگم ویژگی سرمایه گذار ایرانی ماهیتا با ویژگی سرمایه گذار غربی متفاوته، چون ما سرمایه گذار ایرانی داره از تورم فرانه و مجبور شده به طور تصادفی وارد بازار بورس شده، بخاطر اینکه بازارهای رقیب جذابیت خودشون از دست داده بودن و بحران کرونا هم با بحران تحریم اینا دوتا با هم باعث شده که به طور گله‌ای وارد این بازار بشن، چون دیگه انتخاب دیگه وجود نداشت. یعنی کرونا باعث شد که فعالیت اقتصادی تعطیل بشه و یه خواب زمستانی ایجاد بشه در اقتصاد که سوق داد کل فعالیت سرمایه‌گذار به کار درست نیکرد که بخشی از بانک مرکزی استقراض کنه و پول وارد اقتصاد کنه و تورم گسترده ایجاد کنه. این از طریق فروش دارایی‌هاش بهترین راه خصوصی سازی در ایران هست. شما نمی‌تونید خصوصی سازی رو به اروپا محوری و الگوی آمریکا و اروپا، باید از درون جامعه ایران با توجه به واقعیت‌های جامعه ایران گام به گام پیش ببرید. به یک راهش اینه که مالکیت رو از طریق بورس منتقل کنید به مردم، بعداً در گام بعدی مدیریت و کنترل رو. آقای قندی سرشون رو تکون میدم وقتی شما صحبت میکنید، بگید آقای قندی. عرضم به خدمتتون که مقایسه بورس ایران با بورس آمریکا یکم خیلی خیلی سخته، به خاطر اینکه اولا اینکه دولت آمریکا تو بورس چیزی مبادله نمیکنه که این چیز عجیبیه. این تنها کاری که کرده مثلا بانک مرکزی آمریکا اخیرا برای حمایت از شرکت های داخلی این بوده که شرکت هایی که ریتینگشون خیلی خوبه، یعنی ریت اعتباری خیلی خوبی دارن، اینا رو ورداشت بدهی هاش مثلا خریده. یه چیزیه که مثلا اصلا ریسکی نداره، مثلا از این جور دخالت ها. اصلا نوع دخالت متفاوته، اصلا بازار بورس آمریکا یا بازار بورس آلمان یه چیز متفاوتی از بازار بورس ایران است. شما آلمان رو در نظر بگیرید، دولت آلمان الان میتونه از بازار به نرخ منفی پول قرض بگیره. نرخ بهره ای که دولت آلمان برای قرض گرفتن الان قرض 10 ساله پرداخت میکنه منفی، یعنی 14% منفی 14%. یعنی شما 1000 یورو به دولت آلمان قرض بده، 10 سال دیگه 960 یورو تقریبا به شما پس میده. این اصلا چی شباهت به ایران داره که اصلا اون تورم، اون اقتصاد، اون تحریم، نفتی که فروش نمیره، بازار بورسی که مثلا به قول شما شرکت هایی هستن که این شرکت ها رو کلا دولت داره مدیریت میکنه و یه طرفش داره میخواد این شرکت ها رو بفروشه به خاطر کسری بودجه رو جبران کنه. پاسخ شما متوجهم. دقیقا به نظر میرسه در یه نکته شما و آقای گوهردانی مشترک هستید، اون که شباهتی بین ایران، اقتصاد ایران و اقتصاد کشورهای غربی وجود نداره. برای همین آقای گوهردانی میگن که بنابراین اونا یه شیوه دیگه انتخاب میکنن که شیوه برای اونا جواب میده. شما نظرتون راجع به این چیه؟
ایشون میگن که مثل کشورهای غربی، کشورهای غربی هم مثلا یه دیکاپلینگ رخ داده، مثلا بازار بورسشون داره میره بالا در حالی که اقتصادشون پایینه. من شباهتی نمیبینم بازار بورس توی کشورهای مثل آمریکا و اروپا داره میره بالا به خاطر که نرخ بهره اینجا پایینه، ارزش دارایی به خاطر اون داره افزایش پیدا میکنن، نه اینکه تورم بالاست. آقای قندی، آقای جواردان جواب دادن، بفرمایید. جواردان بله، بس اساسی من همین بود. من گفتم که اصلا روانشناسی سرمایه‌گذار ایرانی بر اساس فرار از تورمه، در حالی که روانشناسی بحث در جهان غرب روانشناسیش اینه که در اصل میخوان پمپاش کنن پول به اقتصاد که تشویق کنن تقاضای کل رو که اقتصاد به حرکت بیفته، افراد پول رو نخوابونن و نگه ندارن، چه در شرکت ها سرمایه گذاری کنن و افراد به طور خصوصی هم وارد مصرف بشن، تقاضای مصرفی بالا بره که اون ظرفیت های اقتصادی فعال بشه. به خاطر همین هم هست که دولت امریکا نمیاد بیاد از باز با اینکه یا دولت آلمان نمیاد مستقیما از بازار قرض کنه، با اینکه بازار حاضر بهش، خاطر اینکه میخواد این پولها رو پولهای جدید تزریق کنه که تشویق کنه سرمایه‌گذاران این پولها رو در اختیار اونها قرار بده برای سرمایه‌گذاری. پس بنابراین کلاً منطق و ماهیت ماجرا کاملاً متفاوت از سرتاپ. فقط من دارم مشابهت‌های سوریش رو میگم که بحثی که ایشون میکردن که دخالت دولت‌ها نباید دخالت کنن، باید نظارت کنن، به عنوان ناظر هستن فلان، این بحث درستی نیست. ما میبینیم که وقتی اثر سیستمی هست باید دولت‌ها دخالت بدن تا اقتصاد رو از سقوط نجات بدن. من اصل مشابهت فقط همینجاست، ولی در اقتصاد ایران کاملاً متفاوت ماجرا. ببخشید ولی یه چیزی که هست، دخالت در بورس، دخالت در اقتصاد غلط یا درست خیلی از دولت‌ها انجام میدن. دولت آمریکا مثلا الان تو سال جدید به قول شما چند هزار میلیارد دلار، اگه بانک مرکزی کنارش بذاری چندین هزار میلیارد دلار پول ریخته به صورت فیسکال پالیسی و مانیتری پالیسی توی جامعه. این اون یه بحث دیگه است، ولی اینکه آیا دولت باید دخالت بکنه که مثلا قیمت بورس بره بالا یا پایین یا یه بازیگر باشه تو بورس، این کار غلطیه. این کارو شما برید یه کشور توسعه یافته پیدا کنید که این کارو میکنه، اصلا نمیکنن. حباب پیدا کرد که پیدا کرد، چرا بعد دارایی مردم رو برداری صرف این بکنی که حباب بشکنه یا نشکنه؟ خب آقای گاردنی اگه کوتاه پاسخ بده، من میتونم آقای سلطانی رو هم وارد کنم. شما ما بازار بورس پیشرفته نداریم، ما گام به گام داریم میریم به سمت شگیری بازار بورس و دولت بایدش کمک کنه. شما دارید کمک میکنید که سرمایه های سرگردان خصوصی و حقیقی و حقوقی به جای اینکه وارد بازارهای موازی بشن، وارد بازار مسکن بشن، سکه و طلا و ارز بشن، وارد بازار بورس بشن که از اون ور تأمین مالی بشه برای شرکت هایی که برخلاف برداشت دوست ما که از ایران گفت که همه اینها در زامبی هستن و پوچ پوک هستن، رنت هستن. ما 42 میلیارد همین شرکت ها صادرات 42 میلیارد دلار صادرات داشتن سال قبل و ظرفیت های خیلی بزرگی هست، اما از شرکت فولاد در صنعت فولاد و سیمان همین 7 میلیارد سال قبل صادرات به منطقه داشت. متوجه. آقای گاردنی بذارید از آقای سلطانی هم چون هستن الان، نمیدونم آقای سلطانی شما چقدر این بحث شنیدید. آقایون آقای قندی و آقای گاردنی اینجا سر یک موضوعی با هم اختلاف نظر دارن، اونم شیوه های دخالت دولت در بورس هست. من میخوام نظر شما رو بدونم. من دیدم که شما خودتون به نظر میومد که مخالف هستید از شیوه ارائه در واقع سهام شرکت‌های دولتی و خصولتی در بورس، ولی فکر میکنید اون کاری که الان دولت داره میکنه در این مرحله، مثلا همین قضیه تصمیم برای ورود 1% صندوق توسعه ملی به بورس، تصمیم درستی هست؟ با سلام مجدد، من طرفم قطع شد، نمیدونم از کجا پخش شد. دقت بفرمایید که همکنون بیش از 5000 میلیارد تومان حباب ما در بورس داریم که بیش از دو برابر نقدینگی و دو برابر تولید ناخالصه. اگر دولت یا بانک مرکزی دقت بفرمایید بخواد فقط از 5-10% این حمایت بکنه، یعنی پول وارد بکنه، چون ضریب فزاینده ما 7 خرده‌ایه، به اندازه همین نقدینگی تولید میشه. هیچ نیروی در جهان حتی میتونم بگم قادر نیست این حباب حفظ کنه. حالا میرسیم به این که چرا این اتفاق میفته. ببینید
در هر کجای دنیا، در هر کاری، در هر حوزه‌ای، هر کسی بدون تخصص، بدون مشاوره درست، بدون درک از بازار، بدون درک از اون کار وارد بشه حتما شکست می‌خوره. بنابراین اشخاصی که بدون این که اصلا بدونن بورس چیه به صرف گفته و شنیده وارد شدن، به هر صورت نباید جامعه تاوان اونا رو بده. دوم این که شما دقت بفرمایید، آقایون میفرمایند که این وارد بازار نقد سکه و طلا و اینا نشده و مانع از تورم شده. ببینید این یک توجیه خیلی ابتدایی. اولا من یه آماری رو خدمتتون عرض کنم، در دو سال گذشته دقت بفرمایید عدد بانک مرکزی ایرانه بیش از 600 هزار میلیارد تومان، 600 هزار میلیارد تومان بانک ها از مردم سپرده جذب کردن که به جایش تسهیلات ندادن. یعنی که 70% این مال بانک های خصوصی، یعنی شبه خصوصی به اسم خصولتی. این بانک های خصولتی برای اینکه بتونن یه سری مثال جواب بدن دارن توی بازار بورس و دلار و طلا و اینها مداخله میکنن. شما دقت بفرمایید، ما بس از این پیچیده است. در ثانی اون سفته باز یا اون کسی که فرضاً 1 میلیون آورده توی بورس و میانگین الان شده 5 میلیون، این که اینجا وای نمیسته، این تا وقتی وای میسته این که این پول میره بالا، تا وقتی که بادکنک باد میشه، تا بادکنک خالی میشه پولشو میکشه. این پول یعنی شما یه فرضاً 1 واحد نقدینگی رو اومدین از بازارهای موازی جمع میکنین آوردین توی بورس، حالا 5 واحد نقدینگی داره برمیگرده. آقای سلطانی من یه چیزی بذارید همینجا بپرسم ازتون، برای اینکه ما یه دفعه قبل که یه برنامه داشتیم در مورد بورس، در واقع درباره ارائه سهام شستا در بورس بود که به هر حال لاجرم راجع به بورس هم بحث شد. من واقعا هیچ برنامه‌ای تا به حال نداشتم در حوزه‌های اقتصادی که اینقدر بازخورد داشته باشه. من تا همین حالا هم گاهی نظر میگیرم از افراد در مورد اون برنامه و بیشتر افراد میگن که آقا این کسانی که میان تو برنامه‌های شما صحبت می‌کنن افراد دانشگاهی هستن، همونطور که اول برنامه هم گفتم، میگن نه از کف بازار اطلاع ندارن و یک سری بر اساس یک سری در واقع نمودارهایی که خب بلد هستن و شیوه هایی که اقتصاد در دانشگاه یاد گرفتن بلد هستن و بر اساس اون تحلیل میکنن، در حالی که مختصات بازار ایران، مختصات بورس ایران متفاوت هست. شما پاسختون چیه به اونها؟ خدمت تو از کنم اگه با بنده هستید، بنده بر اساس هم مختصات کف میدان صحبت میکنم. البته جهت اطلاع شما و بینندگان بگم بنده 10 سال کف بازار تهران دویدم به خاطر اینکه اقتصاد خیلی خوب میشناسم. اینم عرض کنم بچه کف بازار هستم و میدونم تو بازار ایران چجوری میاد. ببینید من یه مثال بزنم، ما یک هلدینگ اینوستمنت داریم در سنگاپور، تماسک اگه اشتباه نکنم اسمش هست. این هلدینگ 300 میلیارد دلار قیمت ارزششه، بیش از 25% سهام این مال چینی هست، بیش از 75% مال خارجی هست. این هولدینگ دولتیه. ببینید مسئله بر سر این نیست که خصوصی یا دولتی در ایران، مسئله بر سر مدیریت هایی هستن که 40 سال همینجی دارن ریپیت میشن. مسئله بر اساس شبکه ای از رانت هاست، مسئله ما بر اساس یک اقتصاد رانتی رفاقتی هست. اجازه بدین اینو از آقای گوهردانی بپرسم، چون به نظر میرسه آقای گوهردانی با این نگاه به این قضیه مخالف هستن. آقای گوهردانی نه تنها آقایون قندی و سلطانی، کسان دیگری هم هستن که میگن که دولت ایران داره سهام این شرکت هایی که متعلق به خودش بودن رو میفروشه برای در واقع کسر بودجش رو بتونه با این پول بتونه درمان بکنه، بتونه حقوق بده، بتونه حقوق کارمنداش رو بده، نه اینکه بتونه اون شرکت ها رو احیا بکنه. دقیقاً بس اینا دوتا با هم مانعت الجمع نیستن. یعنی دوتا شما بحث حقوق کارمندان دادن، شما بحث هزینه های جاری باعث عدم سقوط اقتصاد ایران و عدم ونزوئلایی شدن و تورم شدید در اقتصاد ایران، سقوط اقتصاد ایران میشه. شما اینو باید در چارچوب اقتصاد سیاسی نگاه کنید که بحث تحریم ها هدفش این بود که اقتصاد ایران ونزوئلایی بشه و تغییر رژیم صورت بگیره. بنابراین هر اقدامی که در کوتاه مدت باعث بشه که این واقعه رخ نده و دولت
متوسل نشه به عرضه مستقیم پول و تشدید تورم، این بسیار اقدام درستیه در کوتاه مدت برای جامعه ایران در این مقطع خاص. نه شما نباید الگو برداری کنید از یک جای دیگه به این مسئله خصولتی ها و اینا، همه به نظر من ناشی از عدم درک تاریخی جامعه ایرانه که ما خصوصی سازی در اقتصاد ایران شدنی نیست، در دوره شاه هم نبود، بنیاد پهلوی همه کاره بود و کسایی که در سیستم بودن نظامیان و سیاسیون در همه شرکت ها حضور داشتن. بنابراین بحث اساسی اعتماد بین دولت و بخش خصوصی هست و اینکه بخش خصوصی رو شما اگر آزاد بذارید که همه وارد اقتصاد ایران بشن، اینا میخوان دولت سیستم رو تغییر بدن، وارد میخوان سیاست رو بخن، رابطه اقتصاد و سیاسته. به خاطر همه عدم اعتماد وجود داره به بخش خصوصی، چون بخش خصوصی میاد و ولایت فقیر و کل سیستم رو قبول نداره. اگه شما باز کنید برای سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارجی و غیر ذلک، بنابراین بحث رفاقتی شدن اجتناب ناپذیره در طول کل طول تاریخ ایران، هم به خاطر اینه که ما بحران مشروعیت داریم و سیستم هامون رو قبول نداریم، اونم به خاطر بینابینی بودن و تأخیری بودنه. شما یه عصری در اقتصاد دارید، شما رفتار فاعلین اقتصادی، سیاستمداران و غیر ذلک رو به صورت درونزان باید تحلیل کنید. بنابراین شما برداشتتون از این ورود بی سابقه پول مردم، در واقع سرمایه های مردم به بورس، این هستش که این یک اتفاق مثبت و تاریخی و هست که باید در واقع مثبت بهش نگاه کرد. یه تصادفی بوده، یه امر unintended consequence، یعنی نتیجه ناخواسته در از تحریم ها به اضافه کرونا بوده که سوق داده سرمایه‌گذاران، چون همه بازارهای رقیب دیگه بسته شده بود، سوق داده به این سمت و این بهترین راهه با کمک دولت و اقدامات و این ظرفیت هایی که ایشون دارن میگن، ظرفیت ها از آسمون نمیان، ظرفیت باید ساخته بشن. ولی جوابتون به اون سرمایه گذار خوردی که الان هرچی داشته مثلا ظرف هفته های آخر تیر تا الان از دست داده، جوابتون به او چی هست؟ بله جوابم ایشون دادن که شما، بحث همینه که روانشناسی سرمایه گذار ایرانی به خاطر همینه که باعث دنبال سودهای آنی میگرده، سودهای گزاف و اینکه خودش رو بتونه حفظ کنه از تورم 40% در جامعه هست. این یه عوارضی داره که این عوارض مثل جنگ نظامی که شد ما عده‌ای شهید دادیم، در جنگ اقتصادی هم که الان ایران دوچارشه، این دوستان ما اصلا در نظر نمیگیرن که ایران دوچار جنگ اقتصادیه، یعنی واردات صادرات آزاد نیست، دسترسی به کل سیستم بین‌المللی آزاد نیست، ورود و خروج سرمایه‌ها و فعالین اقتصادی آزاد نیست در ایران. بنابراین شما در جنگ اقتصادی شهید هم داری، متاسفانه شهید هم کسایی هست. گاردنی من یه قسمت این صحبته شما رو نمیفهمم، چون به هر حال به نظر میرسه دو طرف این جنگ در همون بازار بورس هستن دیگه، یه عده‌ای مالشون رو میبازن، یه عده‌ای اون رو به دست میارن. نه این شما در بازار بورس هیچ کسی اونجا داره طراحی نمیکنه، برآیند مجموعه نیروهای حقیقی و حقوقی هست که وارد این بازار میشه. بنابراین به نظر میرسه آقای قندی شما با این موافقید که کسی در اشتخالت نمی کنه، این برایند در واقع نیروهایی هست که در بورس مشغولن. اینطوری که تو شواهد اخیر که این نشون نمیده دولت، ببینید ما مسئله قاطی نکنیم، یه مسئله سر اینه که آیا دولت باید داراییاشو بفروشه که مقداری از کسر بودجهشو جبران بکنه؟ جوابش اینه که آره، ایده خوبیه، دارایی تو بفروش، بهتر از اینه که پول چاپ کنی. اینا بذاریم کنار. ولی آیا وقتی که بازار مومنتوم داره شما سوار بر این مومنتوم بشی، اول کردیت بخری که من این کارو کردم، ببینید وضع اقتصادی خوبه، بازار بورس داره میره بالا، دوم بر اساس این مومنتوم بیای تو یه وقتی مثلا داراییات بفروشی و باز هم تبلیغ بکنی که آقا بیاید سرمایه گذاری کنید، پولتون رو از دست نمیدید، حتما سود میکنید، آیا این درسته؟ این غلطه. آیا درسته که دولت، آیا درسته که مثلا در بازار بورس شرکت‌هایی رو وارد بورس بکنیم و سهامشون رو بفروشیم که بعداً مدیران این شرکت‌ها از طرف دولت تعیین میشن و هدفشون لزوماً این نیست که سرمایه‌دار رو خرد و حفظ بکنن؟ آیا درسته این کارو بکنیم؟ قطعاً نه. شما این پاسختون به این صحبت آقای گوهردانی چی هست که میگن آقا این سایکولوژی روانشناسی سرمایه‌گذار ایرانیه، همونطور که مثلا در اون شرکت‌های مالی اعتباری اتفاق افتاد که همه دنبال سودهای سریع و
راحت هستن، برای همین میان توی بورس. توی بورس آمریکا همه دنبال سود سریع و راحتن، این اصلا اشکال نداره، خاص ایران نیست. مسئله سر اینه که آیا دولت باید ملت رو گول بزنه یا نه. این دولت نه، هر دولتی بله. هر دولتی باید آیا بس. ملت رو ترغیب بکنه که امروز بخرید که فردا سودتون تضمینه یا نه. نه، آیا دولت باید یک کاری بکنه که قیمت سهام الان حفظ بشه اون بالا؟ نه، به خاطر اینکه دارید پول ملت از یه جای دیگه دارید صرف سهامی میکنید که حفظش هم نخواهید تونست بکنید. اصلا امکان نداره 1% صندوق ذخیره ارزی رو برداریم از یه جایی که معلوم نیست کجا هست، بیاریم تو بازار بورس بخریم که یه گوشه‌ایشو برداریم درست بکنیم یا درست نکنیم. اصلا این ارزش سهام سهامدار خرد تو اینا حفظ نمیشه که. اگه میشه دارن گول میزنن ملت رو. نظرتون چیه؟ من همه بحث هایشون رو نشنیدم، ولی بحث اساسی من اینه که دولت هم در همه مقاطعی که من دنبال کردم ذکر کرده که بازار سرمایه دچار افتخیز میشه، نوسان میشه و شما باید نگاه بلند مدت داشته باشید. و در غرب هم در کنار کسایی که سوداگرانه وارد بازار میشن سرمایه گذاران بلند مدت وجود دارن. این بحثی که ایشون گفتن درست نیست. یعنی انواع اقسام سرمایه گذار در غرب وجود داره، اونایی که به طور سیستماتیک و استراتژیک وارد بازار میشن، مثلا وارد بازار نفت میشن، وارد بازارهای خاص میشن و تحلیل و برداشت دارن و یک سبد درست میکنن از خب همین. آقای گواردنی بذار من اینو از شما بپرسم، برای اینکه همون اول برنامه هم گفتم 15 میلیون نفر کد معاملاتی دریافت کردن برای بورس تهران ظرف ماهای گذشته، در حالی که حدود 1,900,000 نفر هستن که کارشون در واقع در بورس بوده و سهامدار در واقع پروفشنال یا مثلا شغلشون هست. ولی بحث دیگه این هستش که دولت اومده سهام عدالت رو هم برده در بورس. میلیون ها نفر که کلن هیچ ایده ای ندارن که بورس چطور کار میکنه، در بورس چه باید بکنن، هم به نوعی الان درگیر بورسن. آیا نباید دولت مثلا راه های دیگه ای پیدا بکنه برای حمایت از پول های سرمایه دار؟ هم حتی نه، مردم عادی، واقعا کسانی که هیچی ندارن. سهام عدالت به بخشار کم درآمدتر جامعه داده شده دیگه. نه، بخش اساسی اینه که راه دیگه وجود نداره، همه راه ها بسته شده. دولت هم در از قنیم این اتفاقی که به صورت غیر مترقبه رخ داده و خودشون هم شگفت زده شدن، شما اگه تعقیب کنید شگفت زده شدن که این حادثه رخ داده و به هیچ وجه هم بر نگردن به اینکه اقتصاد عملکرد مثبت داره. همیشه هم گفته شده که ما تحریم ها هستیم، تحت تحریم ها هستیم و 3.5% هم اقتصاد ایران کوچیک‌تر شده. و شما به نظرتون مقصر ریزش شاخص بورس الان کیه، چیه، چه چیزی باعث شده که ظرف هفته‌های اخیر اینطوری شاهد قرمز شده؟ من چهار بود مسئله است. به نظر من اجتناب ناپذیرم هست، آزمایش خطا هست. شما یه الگوی آرمانی و ایدئالی نداری و یه آدم های حرفه‌ای ایدئال که مدیریت بازار سرمایه رو بدونن، سرمایه گذار حرفه‌ای باشن و کارگزاران حرفه‌ای باشن. همه اون سیستمی که ما داریم در از در دوران طفولیت و در آغاز بلوغه، بنابراین آزمایش خطاها اینها طبیعیه. ولی اینکه گفتید شما چرا این واقعیت رخ داده، یکی به دلیل روانشناسی، یه بُعد حاکمیتی که عدم هماهنگی بین مثلا بین وزارت نفت و با وزارت اقتصاد و با کل بورس بوده و که در قضیه صندوق دارا دوم پیش اومد و این قضیه بُعد نهادی و ساختاری که ظرفیت‌های فنی و در از نرم افزاری سخت افزاری وجود نداشت، با این یورش ناگهانی که اومده باعث شده که حال دو شیفته پیش اومده. یعنی بخشی از کارگزاران و سرمایه‌گذاران نمیتونستن در از وارد بازار بشن، حالت دو شیفته مثل مدارس دو شیفته شده بود. بنابراین اون ظرفیت های سخت افزاری نرم افزاری، دامنه این نوسان خودش که 5% تعیین شده، اونا خودش عنصر تعیین کننده است که مانع کشف قیمت ها میشه که اجتناب ناپذیر است. اونا به اینکه این حالت هیجانی رو کنترل کنن دامنه رو 5% گذاشتن، ولی خود اون مانع کشف قیمت ها میشه. بعد فقدان اعتماد بازرگردان ها، سبدگردان ها و شرکت های سرمایه گذاری که 7% این سرمایه هایی که اومده رفته از طریق شرکت های تخصصی وارد شده. یعنی مردم اونا اعتماد ندارن و نمیخوان که بخشی از سودشون هم به اونا شریک بشن. بعد بود کلاهبرداری دستکاری بازار و اینا هم هست که مثلا برخی شرکت ها اومدن ترازنامه شون رو ممکن دستکاری کرده باشن که پلیس احتیاجی که ما پلیس مالی نداریم. در غرب هم
بسیار مشکله. این ظرفیت هایی که باید ایجاد بشه. کلن بحثش میشه گفت فقدان ظرفیت تنظیم بازار وجود داره. یعنی این ظرفیت مدیریتی نیست، به گام به گام داره شکل میگیره. به مسئله فراساختاریش هم اینه که عدم اعتماد همه به همه در سیستم وجود داره. دولت آقای روحانی اصولگراها حمله میکنن که این داره بازار رو مانیپولیت میکنه، دستکاری میکنه. دولت به نمیدونم خصولتی ها حمله میکنه، هر دوتاشون با مردم مشکل دارن که رفتارشون حرفه‌ای نیست، مردم با همشون مشکل دارن. بنابراین بحث اساسی اینه که اون ظرفیت ها در جامعه ما نیست. این ظرفیت ها گام به گام باید اون کیه که هیچکی به هیچکی اعتماد نداره در این فضا؟ آفرین. آیا فکر نمی کنید که حکومت باید شرایط ایجاد می کرد که این اعتماد ایجاد می شد؟ نه، این بحث اساسی اعتماد مقوله‌ای نیست که حکومت ایجاد کنه. اعتماد از درون جامعه به صورت خودجوش می شد، هندسی نمیشه. حکومت هم یکی از عناصره. ما به قول فوکو میگیم که ما هنوز سر کینگ رو، سر پادشاه رو نبریدیم. ما فکر میکنیم همه امور دست سیاسته. این در اصل کل کنش و واکنش در دل جامعه و همه نیروهای جامعه است. اجازه بدین آقای قندی هم خیلی ساکتن مدتی صحبت نکنه. آقای قندی اولا میخوام نظرتون راجع به صحبت‌های آقای گوهردانی بدونم و همینطور فکر می‌کنید که تأثیر این ریزشی که الان ظرف هفته‌های اخیر دیدیم در بر آینده بازارهای مالی ایران به خصوص بورس تهران چی خواهد بود؟ فکر می‌کنید که این ادامه داره یا نه؟ اولا که بازارهای مالی مثل بازار سهام تو آمریکا میره بالا میاد پایین، بعدش دوباره میره بالا دوباره میاد پایین. شما امروز نمیدونید که فردا تو بازار مالی آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد. مثلا بازار ایران هم باید همینطوری باشه، یعنی سرمایه گذار باید بیاد تو اونجا با ریسک خودش یه سرمایه بذاره، اگر سودی برد نوش جونش، اگر ضرر کرد خب خودش ریسک رو پذیرفته. این یه چیزه. ولی اینکه دولت بیاد دخالت بکنه در بازار به طریقی که مثلا فرض کنید تشویق کنه مردم رو و سهامداری که هیچ وقت تو سهام بازار سهام نبوده که بیا بخر حتما سود میکنی، این کارا غلطه. دولت باید بازیگر منصف کنار میدون باشه و اون سهامداری خردی که فکر میکنن اگر دولت بیاد مثلا یه پولی بریزه یه مقدار سهام بخره ارزش سهام بالا خواهد موند و این باعث خواهد شد که مثلا قندی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که بخش عمده ای از دارایی ها کارخانجات چیزایی که قابل عرضه هستند در بورس مال دولته، حالا به نوعی یا متعلق به دولته یا خصولتی به نوعی، اصلا چنین چیزی که شما میگید ممکن هست اینکه دولت کنار بیسته و مستقیم دخالت نکنه؟ اگه اینطوری که الان هست باشه نه. یعنی با این راه فرض کنید که حتی این دولت هم منصفانه عمل بکنه، مثلا به مدیران شرکت ها بگه که آقا دقت بکنید که ارزش دارایی سرمایه گذاران در شرکت شما حفظ شود. مثلا دولت بعدی این کار میکنه؟ نه لزوما. پس بنابراین هم شما هم با اون بخش صحبت های آقای گوهردانی که یه بخشی از این اون چی که الان شاهد هستیم به خاطر این اختلاف هایی هست که در گروه های مختلف سیاسی و دارندگان بخش های مختلف رانت و پول در حکومت ایران با همدیگه اختلاف نظرهای جدی دارن و این ممکنه تأثیر بذاره رو برایندش رو در بورس مثلا به این شکل ببینیم؟ من رابطه مستقیمش درست نمیتونم ببینم. واقعیتش رو میگم. یعنی رابطه مستقیمی به اینکه مثلا گروهایی که منافعی دارن یه پشت صحنه دارن یه کارایی میکنن و قیمتای بورس رو اونو نمیتونم بفهمم. فقط یه قسمتش که واضحه اینه که خب دولت میخواد داراییاشو بفروشه به ارزش بالاترین، ولی اینی که سهام شرکت بفروشی در حالی که مدیریتش دست خودت هست، در دراز مدت هم دست خودت خواهد بود، این خودش مشکلی هست. این با بازارهای بورس دنیا مثل بازار بورسی که اینجا میبینید اینا با هم جمع نمیشه. صحیح. و یه منظر دیگه که حالا من سعی کردم این بحث رو باز بکنم، بحث به جاهای دیگه کشیده شد، این که گفته میشه که دولت به هر حال این شرکت هایی که متعلق به خودش هستند رو میفروشه، نه به خاطر اینکه به هر حال برگردونه این سرمایه رو در داخل اونها و سرمایه گذاری بکنه، تولید رو بالا ببره، به خاطر اینکه بتونه هزینه های جاریش رو پرداخت بکنه. فکر میکنید این شرایطی که الان در بورس حاکم هست چه تأثیری بر دخل و خرج دولت خواهد گذاشت در ماهای آینده؟ اونطور که من اعداد و ارقام نگاه کردم حرف از این بوده که حدود 16000 میلیارد تومان برداشتن سهام فروختن. و اگه فکر کنیم که مثلا دولت از خرید و فروش سهام ملت هم مالیات بهش میبنده، از اونام سود میبره، احتمالاً 10 تا 15000 میلیارد تومان در سال سود اونه رو هم میشه یه چیزی در حدود 30000 میلیارد تومان که میشه حدود مثلا 7% بودجه دولت. تو سالی که
احتمالاً دولت 200,000 میلیارد دلار کسری بودجه داره. این 30,000 میلیارد تومان یه بخشی از اون کسری بودجه رو تامین میکنه، ولی بخش خیلی بالایی نیست. یعنی مثلا 7% کل بودجه کسری بودجه به تومان فرمودید دیگه. بله، 500,000 میلیارد تومان مثلا کل بودجه دولت باشه، تخمین اینه که مثلا یه تخمین 188,000 میلیارد تومانی من دیدم که کسری بودجه است، حدود 40% بودجه. و بعد این حدود 7% اون کسری بودجه رو داره تامین میکنه. ولی خب اگر همه چیزی که تا حالا دیدیم درست باشه، ولی خب این 7% هم 7%، بالاخره دولت پناه برده به فروش بدهی و کارهای دیگه هم داره میکنه و بعضی از سرهایی هم دارن که شکست خورده، مثل پیش فروش نفت و اینا. ولی خب این که فروش داراییاشو بفروشه به جای این که بره چاپ پول بکنه که باعث تورم میشه برای اینکه هزینه‌های جاریشو تامین بکنه، ایده خیلی بدی تو کوتاه مدت نیست. بله، مخالف اون نیستم، ولی اینکه بیاد تو بازیگر تو بازار بورس بشه و بازی رو غیر منصفانه بکنه، اون کار غلط است. این که میگید که چاپ پول چاپ نکنه، باز اون هم این هم از اون موضوعاتی هست که سرش اختلاف نظر هست که چقدر واقعا داره اتفاق میفته. برای اینکه بر اساس یک سری آمارهایی گفته میشه که ظرف 2.5 سال اخیر به اندازه تاریخ ایران پیش از 3 سال پیش پول چاپ شده و پول تولید شده در مملکت. یعنی که میزان نقدینگی هم در حال حاضر خیلی بالا هست. آیه گوهردانی، با توجه به این صحبت هایی که کردیم، فکر می‌کنید نظر شما چیه در مورد پیامدهای اختلافاتی که اتفاقاتی که الان داره در بورس میفته برای دولت جمهوری اسلامی؟ خیلی ها میگن این بسیار نگران کننده است، اصلا ممکن هست که مشکل امنیتی برای کشور ایجاد بکنه اونچه که الان داره در بورس میگذره. شما همیشه در ایران همه نهادها با بحران سقوط و فروپاشی مواجه هستند. این تردیدی نیست. شما در بحران در نهاد پارلمان را همین رو میبینید، در نهاد مثلا جاده را هم میبینید که هزاران نفر در جاده های ایران میمیرند. شما وقتی میخواد یک نهاد رو اخذ بکنید از بیرون از خودتون که تجربه گام به گام پیدایش اون رو نداشتید، راهش همینه که با آزمایش خطا کار کنید و اصلاحات انجام. الان دولت همین که داره بخشی 1% از اون منابع مالی رو به صورت یک بازارگردان عمل بکنه، که مثل صرافی عمل بکنه، که صفهای خرید و فروش در بازار تشکیل نشه و قبل از بحران اینا رو شناسایی بکنه و با ورود این سرمایه در اصل یک شرکت‌های تشکیل بده که اونها قدرت مثل صرافی‌ها، قدرت عرضه سهامی که مردم میخوان داشته باشن، که صف خرید تشکیل نشه، وقتی هم میخوان بفروشن صف فروش تشکیل نشه که این سقوط‌ها و سودهای گسترده شکل نگیره. این ایده خیلی خوبیه به نظر من. در این مقطع خاص شما همیشه باید در چارچوب اقتصاد سیاسی نگاه کنید، که واقعیت‌های اقتصادی ایران رو در چارچوب تحریم نگاه کنید. دوست ما آقای قندی که می‌فرمایند که دولت باید ناظر و داور باشه، در شرایط عادیه شما می‌بینید دولت بریتانیا تشویق می‌کنه مردم رو که من 50% از هزینه غذای شما رو می‌دم، برید غذا رو بیرون بخورید به جای. البته تموم شد، یک ماه در ماه اوت بود. بحث من همینه، وقتی که بحث تحریم ها حل بشه، شرایط عادی بشه، اون موقع بحث ایشون درسته که دولت باید داور و ناظر و فلان باشه. ولی امروز که شرایط بحرانیه و بعد تمام هدف غرب، هدف مثلث که ایران داره حمله میکنه، نتانیاهو، ترامپ و بن سلمان، اینه که ایران رو ونزوئلایی بکنه، سقوط اقتصاد ایجاد کنه و کلا سیستم رو کله پا بکنه، این گام‌های اجتناب ناپذیر دولت میخواد برداره. هیچ گونه توطئه‌ای هم درش نیست که ممکنه یه عده بخوان کلاهبرداری کنن، ولی اون عده اقلیتن و باید پلیس قضایی تشکیل بشه، پلیس مالی و اینا رو تعقیب بکنه. ولی من میبینم که نیت همه طرفین درگیری، همه طرفین مثبته، ولی نتیجه منفی ممکنه باشه. هیچ تضمینی نیست که به سقوط بازار بورس منجر نشه. ولی اگه اتفاق بیفته تکلیف چیه؟ بازار بورس بعد از ما میدونیم که برای بخش عمده ای الان از پول مردم ظرف سالهای گذشته یا از ایران خارج شده، اینو دیگه فکت، همه میدونن که بخش قابل توجهی از سرمایه ها از کشور خارج شده. در مثلا ترکیه رکورد زدن ایرانی ها در خرید مسکن، در همینطور در گرجستان.
در ظرف اون 3 ماه پایانی سالی که دلار رسید به 4000 تومان گفته میشد که مبلغ بسیار زیادی از ایران خارج شده، میلیاردها دلار. بحث اینه که الان در شرایطی که هستیم اگر بورس بخوره به یک بنبستی که قابل حل نباشه، اون وقت دیگه چه راهکاری برای دولت ایران میمونه آقای گوهردانی؟ تنها راهکارش به نظر من همینه که دست کجدار مرید. دولت دست قدرت انتخاب این نداره، آپشنی برای دولت وجود نداره، برای کل جامعه ایران وجود نداره. تا وقتی که مسئله تحریم ها و مسئله کرونا حل بشه، همچنان که برای غربی هم وجود نداره. الان شما زیگزاگی که می‌بینید در اقتصادهای غربی وجود داره و اینا نمیتونن به طور مستمر رشد اقتصادی ایجاد کنن. یه دلیلش همینه که کرونا قابل کنترل نیست. ما الان مسئله تحریم ها رو داریم که مثل کرونا است. بنابراین همونجوری که غربی ها به خاطر کرونا در اقتصاد عینی مالی همه جوره دخالت کردن، دولت ایران هم مجبور هست اگر لازم باشه باید از سرمایه‌گذاران کوچک اگر لازم ضربه های این گفتین حمایت کنه، همونجوری که از اونایی که خسارت مالی دیده بودن. اینم از اون بحث های گوهردانی. بذارید من نظر آقای قندی رو بدونم، این که باید از سرمایه‌گذاران خرد حمایت بشه یا نشه، چون بحث اینه که خیلی ها میگن آقا یکی میاد توی بازار سرمایه گذاری میکنه باید ریسکش رو بپذیره، اگر که شکست میخوره یا پولش رو از دست میده دولت چه کار است که بیاد پولش رو بده؟ شما نظرتون راجع به این چیه؟ بحث سر اینه که آیا دولت باید تو بازار بورس دخالت بکنه یا نه. بحث سر این نیست که آیا مثلا فرض کنید شرکت‌های هواپیمایی تو آمریکا تو بحرانن، آیا دولت باید به اینا کمک بکنه یا نه؟ که از نظر من نباید کمک بکنه، اصلا بیخودی داره پول به اینا میده، اینا همشون هم ورشکست بشن هیچ اتفاق نمیفته. این نظر شخصی منه، ولی دولت آمریکا داره این کارو میکنه. ولی بحث سر اینه که بازار بورس بدترین جا برای حمایته، به خاطر که شما چجوری میتونه آدم یه سوا کنین که 2 سال پیش اومده مثلا وقتی که شاخص بورس 70000 دلار 80000 دلار بوده سهام خریده، الان مثلا وقتی 2 میلیون دلار بوده فروخته، بعد دوباره خریده، بعد رفته پایین، از اون کسی که وقتی شاخص 2 میلیون دلار بوده خریده بعد رفته پایین ضرر کرده؟ واقعا چیزی میتونه اینا رو سبب کنه؟ اصلا سیستمی نداریم که این کارو بکنه. بله، یعنی یه ده برنده و بازنده در این بازار بورس وجود دارن و حتی در بازی اقتصاد که دولت نمیتونه اولا که اینا رو انتخاب کنه، دوم که چه جوری به محض اینکه شما بیای مخصوصا تو کشور مثل ایران، حتی تو آمریکاش ولی مخصوصا تو کشور ایران، به محضی که شما بگید که آقا یه عده سرمایه‌گذاران داخل بورس هستن که اینا سرمایه‌شون رو از دست دادن، ما می‌خوایم ازش حمایت بکنیم، اتفاقی که میفته معلومه که کیا ازش حمایت میشه. مگه ما نمی‌دونیم؟ مگه ارز 4200 تومانی به محضی که بگن آقا ارز 4200 تومانی برای اینکه اقتصاد نخوابه اینا تخصیص میدیم به یه چیزایی، معلومه که کیا میگیرن؟ صحیح، باز یعنی میفهمید باز رانتی که وسط میاد. آره، اصلا امکان نداره نیاد. متوجه. آقای گوهردانی خیلی وقت کم هست، حدود 30-40 ثانیه اگه میخواین شما هم جمع‌بندی بفرمایید. بله، بحث اساسی همینه که شما بحثی که میکنه منطق سرمایه‌گذاری اینه که توش ضرر هست فلان، اصلا منطق سرمایه‌گذاری من دارم میگم انسان ایرانی داره فرار میکنه از تورم. تورم برای چیه؟ برای اون مشکلاتی که جامعه ایران دچارشه. کسی بودجه‌ای که دولت دچار، چرا دولت دچارشه؟ به خاطر اینکه مالیات نمیده. چرا مالیات نمیتونه بگیره؟ به خاطر اینکه مشروعیت نداره. چرا مشروعیت نداره؟ برای اینکه هر سیستمی بیاد مردم ایران ناراضی هستن. پس این مسئله اینه که این سرمایه‌گذار خود مجبور شده، این انتخاب اقتصادی عقلاییش نیست، در شرایطی که کرونا هست، در شرایطی که این بحران تاریخی انسان ایرانی هست، در شرایطی که تحریم هست، مجبور شده سرمایه‌اش رو وارد بورس کنه که نمیشناسه و نمیتونه بشناسه. بنابراین شما باید همه سیستم باید از همدیگر حمایت کنن. به کسی بلیم گیم را نندازیم، شماتت کنیم همدیگر. متشکرم آقای گوهردانی. کماکان آقای قندی با حرفای شما موافق نیستم، ولی متاسفانه فرصت هم نداریم که بیشتر روی صحبت کنیم. متشکرم از هر دوی شما آقای قندی و آقای گوهردانی، ممنونم که در این بحث شرکت کردیم. ممنونم از شما که با صفحه دو آخر هفته همراه بودید. یادتون نره فردا برنامه ویژه ما در مورد انتخابات آمریکا رو تماشا بکنید، ساعت 5:30 عصر لندن، 9 شب تهران، هر جمعه از این به بعد تا پایان انتخابات، بلکه یکی دو برنامه بعد از انتخابات همراه ما باشید و جزئیات انتخابات آمریکا رو دنبال بکنید. شب روزتون خوش.